دوستان، خالص مرغ هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروزم با آموزش سیب پلو کرمانشاه در خدمتتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. برنج دو پیمانه. من برنجم رو شستم، به ازای دو پیمانه برنج 4 پیمانه آب اضافه کردم و به مقدار لازمم نمک. سیب زمینی بزرگ 1 عدد، شوید 2 قاشق غذاخوری سرپر، بالو کتف به مقدار لازم که قراره بالو کتفامون رو تدیگ سیب پلومون کنیم، فلفل، زردچوبه، نمک، پودر سیر و زعفران هم به مقدار لازم. اول بالو کتفامون رو می‌ریزیم توی ظرف، تمدار می‌کنیم، یه مقدار نمک می‌زنم. فوکمش می‌زنیم. بعد ادویه‌های دلخواه دیگه‌تون رو می‌تونیم بزنیم. من از فلفل سیاه استفاده می‌کنم. و پودر سیر. حالا هر ادویه دیگه هم که خودتون دوست داشتین میتونین بهش اضافه کنین، مثل پودر پیاز، پول بیبر و پاپریکا هم میتونین بهش اضافه کنین. دیگه زردچوبه نمیزنیم، دوباره هم میزنیمش. حالا زعفرانمون رو بهش اضافه میکنیم. میذاریم توی یخچال تا برنجمون آماده بشه. به این شکل. زمینیامون هم مکعبی‌های متوسط خرد میکنیم، چون اگه خیلی زیاد درش خرد کنیم امکان داره که نپزه. زمینیامون هم به برنجمون اضافه میکنیم. یه همی میزنیم و میبریم میذاریم رو شعله گاز. که میبینید برنجمون کاملا به جوش افتاده، آبش داره یواش یواش خوش میشه. ما میتونیم توی این مرحله شیویدامون رو بهش اضافه کنیم. شما میتونید حتی از شیوید تازه هم استفاده کنیم، ولی اگه شیوید تازه تو دسترس نداشتین میتونین از شیوید خشک مثل من استفاده کنین. کرمانشاه یا به جای روغن یا کره از روغن حیوانی استفاده میکنن که خیلی غذا رو خوشت رو بو میکنه، ولی من چون بچه هم دوست ندارن از کره استفاده میکنم. حالا میتونیم کرمونم بهش اضافه کنیم. کرمونم بهش اضافه میکنم. یه مقدار شعله رو کم میکنیم، میذاریم تا آبش خوش بشه تا مرحله بعدی کارمون رو انجام بدیم. آب برنج ما خوش شد، کنار گذاشتم. من توی ظرفی که میخوام برنجمون رو دم بذارم روی گاز یه مقدار روغن ریختم و میذارم یه طرف بالامو یه کوچولو سرخ بشه، برمیگردونم، بعد برنج رو بهش اضافه میکنم. اونو یه طرفش رو یه مقدار تف دادم، برگردونم. حالا باید طرف دوم دیگه نیازی نیست منتظر باشیم. برنجمون رو میریزیم و میذاریم دم بکشه. کاملا صاف و یک دست کنید. برنجمون خیلی خوش اطرابو شده. این غذا فوق العاده ساده و خوشمزه است. توصیه میکنم حتما این غذا رو درست کنیم. با پشت کفگیر کاملا صاف و فشرده میکنیم. حالا اگه میخواین که زودتر بخار کنه میتونین چند تا شیارم توش ایجاد کنیم. بعد دم میذاریم با شعله کم تا حسابی دم بکشه. سیب پلوی کرمانشاهی ما آماده شد، فوق‌العاده شده، خیلی خوشمزه و خوشتربو شده. توصیه میکنم این غذا رو حتما درست کنین و در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک‌گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد، آموزشی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدایا رو نگهدارتون.